سلام، مخاطبان ایندیپندنت فارسی. مهمان امروز من آقای امین صوفیان‌مهر، کارشناس امور سیاسی هستم. آقای صوفیان‌مهر، در ماه‌های گذشته و بعد از اینکه دو جلسه که پیشین شورای حکام جمهوری اسلامی به دلیل همکاری نکردن با این نهاد و عدم شفافیت به تندی شماتت شد، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها به آژانس و گروسی حمله کردند. روزنامه پیکان بازرسان این نهاد رو جاسوس خواند و حتی سفر گروسی به اسرائیل برای دریافت اسنادی از فعالیت‌های هسته‌ای پیشین ایران رو به عنوان رویکرد سیاسی گروسی و دشمنی با جمهوری اسلامی تعبیر کردند. حالا سوال اینجاست، دلیل این تغییر موضع تهران و تلاش برای اینکه گروسی رو به در واقع تهران بکشونه چی هستش؟ درود بر شما و همیهنان گرامی. ببینید، سفر گروسی به نظر من یک تغییر تاکتیکی جمهوری اسلامی، بدون اینکه مواضع اصلیشو و اون هدف غایی خودشو تغییر بده. در سال پیش، در 12-13 ماه پیش، گروسی بارها و بارها به ایران سفر کرده و این یه چیز جدیدی نیست. حتی بعد از اینکه اون مذاکرات برجام به بن‌بست رسید، باز هم گروسی به ایران سفر کرد. منتها اول برای اینکه این تاکتیک جمهوری اسلامی رو بشناسیم و دقیق بدونیم که داره چه کار میکنه، باید ببینیم اصولا هدف جمهوری اسلامی چیه. هدف جمهوری اسلامی به نظر من رسیدن به آستانه هسته‌ای شدن هست. این بدین معنا نیست که لزوماً کشورهایی که در آستانه هسته‌ای شدن قرار گرفتن بمب اتم رو میسازن، منتها اونقدر به ساخت بمب اتم نزدیک میشن و مواد لازمش رو تهیه میکنن که اگر بخوان اون بمب هسته‌ای رو بسازن و یا آزمایش هسته‌ای رو انجام بدن، بتونن در کوتاه‌ترین زمان این کار رو انجام بدن. جمهوری اسلامی به خوبی میدونه ساخت و یا حتی آزمایش یک بمب هسته‌ای میتونه عواقب بسیار گسترده‌ای داشته باشه و چه بسا سرنوشت نظام رو اونجا تعیین بکنه و تومار رژیم رو در هم بپیچه و یک نوع اجماع جهانی شکل بگیره علیه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی برای اینکه مانع این شکلی اجماع بشه علیه خودش، به نظرم بعضی موقع تغییر تاکتیک میده، از جمله اینکه اجازه میده آقای گروسی به ایران سفر بکنه. بفرمایید، جمهوری اسلامی به دنبال بسته شدن سوالات پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد سه مکان اعلام نشده که در اونها اورانیوم غنی شده یافت شده. آژانس بارها گفته که این پرونده ابعاد فنی داره و با پاسخ ایران به این سوالات میتونه پرونده حل بشه. به نظر شما آیا دیدار گروسی از تهران کمکی به بسته شدن این پرونده خواهد کرد؟ و اینکه آیا ایران از مسیر اعمال فشار سیاسی برای مختومی کردن پرونده به سمت همکاری با آژانس تغییر مسیر خواهد داد؟ ببینید، همینطوری که میدونیم یکی از عواملی که مذاکرات برجام به بن‌بست رسید در 6-7 ماه پیش این بود که جمهوری اسلامی کماکان پافشاری میکرد برای مخدوم اعلام شدن پرونده پادمانی یا همون یافتن اورانیوم با منشأ انسانی در 3 سایت هسته‌ای بود، بدون اینکه جمهوری اسلامی مجبور بشه یا بخواد پاسخ مستند و مستدلی رو به این یافته‌های اورانیومی بده. جمهوری اسلامی میدونه که تنها پاسخ صادقانه نسبت به این مسئله اینه که بپذیره در برهه از زمان به دنبال بمب هسته‌ای بوده و اینو نمیخواد بپذیره، چون این عواقب درازدامنی برای جمهوری اسلامی داره. یکی از پیامدهاش این هست که غرب بر روی باید این مسئله رو بپذیره یا به جمهوری اسلامی تفهیم بکنه که قابل اعتماد نیست و برنامه هستی جمهوری اسلامی همیشه احتمال انحراف از اون مسیر اصلیشو داره. بنابراین غرب حتما پافشاری خواهد کرد که بنابراین باید ما یک سازوکار نظارتی سفت و سختتری رو اعمال بکنیم بر برنامه هستی جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی رو نمیتونه بپذیره. به همین خاطر به نظر من غرب تا الان مقاومت کرده و به نظر میاد که
قصد کوتاه آمدن بر سر این مسئله نداره. یکی اینکه مسئله برمیگرده به خود برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مسئله دوم اینه که یک فتح بابی میشه برای کشورهای دیگه که اگه تخطی کردن به اساس از اون برنامه هسته‌ای خودشون، فکر بکنم با اعمال فشار سیاسی میتونن از زیر بار پاسخگویی رها بشن و این میتونه یک فتح باب بسیار نامطلوبی باشه برای امنیت جهان. برای من غرب نمیتونه روی این مسئله کوتاه بیاد و کماکان روی این مسئله پافشاری کرده. یافته شدن در واقع اورانیوم 84% که بلومبرگ ازش پرده برداشت در پیشنویس گزارش آژانس برای جلسه روز دوشنبه منعکس شده. آیا این پرونده چنان که ایران ادعا میکنه صرفا یه اشتباه فنی واقعا، یا اینکه داره میره به سمت غنی کردن اورانیوم تا 90% که بمب هسته‌ای بسازه؟ شما نظرتون چیه؟ ببین، اشتباه فنی آخه چرا اشتباه فنی به این سمت و سو رفته؟ به سمت سوی غنی‌تر شدن، بالاتر رفتن غلظت اورانیوم، نه به سمت سوی دیگه. اینم خودش و جای سواله. من فکر نمی کنم که مقامات جمهوری اسلامی صادق باشن. البته باید منتظر بود ببینیم که آیا آقای گروسی امکان اینو داره که نظارت کافی و وافی انجام بده و گزارشش، منتظر گزارشش باید بدونیم. ولی به نظر من این فعالیت های جمهوری اسلامی در همون راستای تلاش برای رسیدن به آستانه هسته‌ای شدنه و نمیخواد در این حال اجماع جهانی شکل بگیره علیه پرونده هسته‌ای، چون که شما می‌بینید الان خیلی رفت و آمدهای دیپلماتیک زیاد شده میان مقامات امنیتی نظامی اسرائیل و آمریکا و این میتونه یک هشداری باشه به جمهوری اسلامی که غرب داره به این سمت و سو میره، به سمت و سوی راهکارهای نظامی میره و جمهوری اسلامی خیلی خوب اینو میتونه به همه خاطر یک مقدار نرمش تاکتیکی انجام داده با آقای گروسی که بیاد به هر حال یک نظارتی انجام بده. باید منتظر گزارش آقای گروسی موند در چند روز آینده. آژانس تا پیش از روز دوشنبه باید گزارش خودش رو از پیشرفت پرونده اختلافات پادمانی به شورای حکام بده. آیا سفر گروسی به تهران سبب میشه که در واقع این گزارش یه مقدار تعدیل بشه و یا اینکه اصلا حتی جلوی این رو میتونه بگیره که امکان صدور قطعنامه علیه ایران رو منتفی بکنه؟ ببین، غرب هنوز امید داره که به یک نوعی در یک برهه زمانی جمهوری اسلامی به برجام بازگرده. صدور یک قطعنامه و اینکه اعلام بشه که جمهوری اسلامی تخطی کرده میتونه این واپس این امیدها نسبت به احیای برجام از میان ببره. من یه مقدار تردید دارم که غرب به اون درجه رسیده یا میخواد سطح فشارهای دیپلماتیک خودش رو تا این حد بالا ببره. اگر که میخواستن این کار رو انجام بدن، به نظر من باید نشانهاش رو در دولت آمریکا میدیدیم. اینکه هنوز آقای رابرت مالی بر سر کاره و هنوز گفته میشه که اگرچه مذاکرات برجام روی میز نیست، ولی خب ما دیپلماسی رو بهترین شیوه میدونیم. تا وقتی که موضع‌گیری دولت بایدن این باشه، به نظر من کشورهای غربی به سمت به اسلام محکومیت یا صدور قطعنامه محکومیت علیه جمهوری اسلامی نخواهم بود، چون که صدور چنین قطعنامه باعث خواهد شد که پرونده ایران به یک نوعی به شورای امنیت بره یا حتی مکانیزم ماشه فعال بشه و اون موقع اصولا ما با یک سطح و یک دینامیک دیگه مواجه هستیم و من فکر نمی کنم که الان غرب بخواد به این سمت و سو بره. اما به نظر میاد که اگه جمهوری اسلامی تا ماهای آینده تصمیم خودشو نگیره، به نظر من همچین رویکردی از جانب غرب دور از انتظار نخواهد بود. بسیار سپاسگزارم آقای امین سوفیا مهر از گفتگو با ایندیپندنت فارسی.